بریم چند تا ویژگی ساده و کاربردی از اپ فوتوی آیفون بهتون بگم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ داخل این ویدیو میخوام چند تا روش و ترفند خیلی ساده از اپ فوتوی آیفون بهتون بگم که خیلی بهتون کمک میکنه بتونین از ویژگیاش استفاده کنین. ویژگی‌های خیلی ساده و خیلی کاربردی هستن. توی قسمت پایین ویدیو براتون قسمت بندی میزنم. از اونجایی که ساده هستن شاید یه سریاشو یاد داشته باشین، از اونجا نگاه کنین و اون قسمتی که دوست دارین رو برین تماشا کنین. بریم سراغ اولین بخشی که میخوام بهتون معرفی کنم، همون قابلیت سرچشه که خیلی دقیق میتونین عکساتون رو پیدا کنین با کمکش. توی قسمت سرچ شما میتونین اشیایی که داخل عکس ها هستن رو سرچشون کنین. مثلا شما یه عکسی جلوی دانشگاه گرفتین، یونیورسیتی رو که بزنین، نمیدونم حالا زبانم خوب درست تلفظ کردم، یونیورسیتی رو که بزنین میتونین عکسایی که جلوی دانشگاه گرفتین و این خودش تشخیص میده در کنار هم براتون میاره. یه مثال دیگه براتون بزنم، شما رفتین یه چیزی رو از یه قوطی نوشابه عکس گرفتین، مثلا کوکاکولا. کوکاکولا رو که سرچ کنین، یعنی نوشته های روی اون شیعتون رو سرچ کنین توی قسمت سرچش، براتون عکس رو میاره. برای کسایی که مثل من چند هزار تا عکس توی گالریشون دارن این ویژگی خیلی کمک کننده است. اگه داشته باشین منو درک میکنین، مخصوصا من که فکر کنم نزدیک 9000 تا فقط اسکرین شات دارن. یکی از ویژگی های جذاب توی بخش گالری که از iOS 16 معرفی شد همین قابلیتی بود که شما میتونستین عکس ها رو کپی کنین و میومد بک‌گراندش رو حذف میکرد. خیلی هم تر و تمیز این کار رو انجام میداد. اشتباه نکنم اولین بار توی آیفون ما همچین قابلیتی رو دیدیم، بعد من داخل اندرویدیا دیدم، حداقل تا جایی که من فکر میکنم. اگه اشتباه فکر میکنم تو کامنت ها بنویسین یه سری گوشی اندرویدی داشتن. از این قابلیت شما میتونید با چند ثانیه نگه داشتن روی هر شیء اونو کپیش کنین و توی شبکه های مختلف اجتماعی اونو به اشتراک بذارین. حتی میتونین از داخل مرورگرتون کپی کنین و بیارین داخل گالری. به همین راحتی میتونین این کار رو انجام بدین. این ویژگی هم که دیگه خیلی ساده است، شما میتونین یه آلبوم مخفی ایجاد کنین. از کجا؟ باید برین توی قسمت آلبوماتون، قسمت یوتیلیتی، اونجا گزینه هیدن رو بزنین. از اینجا میتونین پسوردم برای اون آلبومتون بذارین. حتی اگه دوست دارین آلبومتون تو منوی آلبوم ها نمایش داده نشه، میتونین اونو از اونجا هم مخفی کنین. ای شیطونا، چی قایم کردین که میخواین اینجوری مخفیش کنین؟ وای، این قابلیت که میخوام به دیوونه کننده خوبه. الکی تعریف نمی کنم، منو میشناسین همتون. توی بخش گالری وقتی شما میخواین عکس و ویدئو رو ادیت کنین، میتونین ادیت و کپی کنین. دیگه فکرشو بکنی، شما یه دونه عکس کپی ادیت میکنین، مثلا همین ادیت رو بخواین روی 20 تا عکس انجام بدین، یه چیزی حدود 40 دقیقه شاید مثلا زمانتون رو بگیره. اگه هر عکس رو 2 دقیقه در نظر بگیریم، یه چیزی شاید 40 دقیقه زمانتون رو بگیره. از قسمت آپشنای همون ادیت عکس بزنین، یه گزینه کپی ادیت داره، راحت مثل آب خوردن بگیرین، کپی کنین افکت ها رو، بندازین روی یه عکس دیگه، گزینه پیست افکت رو بزنین. به همین راحتی. برای ویدیو هم کاربرد داره و خیلی قابلیت خوبیه، مخصوصا کسایی که یهویی میخوان یه ادیت ساده رو روی 10 تا 20 تا عکس بزنن. حالا توی قسمت ادیت عکس ها یه قابلیت خیلی کاربردی و قشنگ داریم به اسم لایو فوتو. میاد عکساتون رو زنده میکنه، یه حالت انیمیشنی خیلی باحال به عکساتون میده. شما میتونین باهاش صدا رو رکورد بکنین و صدا رو هم قطع بکنین، صدایی که توی محیط اطرافتون وجود داره. حالا اینو از کجا قطع و وصلش کنین؟ این آیکون رو اگه بزنین صدا قطع و وصل میشه. به همین راحتی. میری یه جایی یه دونه عکس میگیری، یه سری چیزا شاید براتون عجیب غریب باشه. شما روی این آیکونی که اینجا براتون اسکرین شاتش رو قرار میدم، اگه بزنین در مورد اون عکس یه سری اطلاعاتی به شما میده. این ویژگی هم اصلا آیفون استاد اینه که بیاد یه سری ویژگی های ساده رو معرفی کنه، برندهای دیگه اصلا نتونستن بهش فکر کنن. این ویژگی هم خیلی جذابه. حالا چه جاهایی این میتونه خوب تشخیص بده؟ جاهایی مثل گیاهان. یه جایی رفتین، یه موزه، یه جای تاریخی، این خیلی خوب کار میکنه توی اونجا. نمیخوام بگم جاهای دیگه درست تشخیص نمیده، اما توی این موقعیت ها خیلی ایراداتش کمتره و راحت تشخیص میده. یه ویژگی جذاب بگم در مورد امنیت عکساتون، از داخل بخش پرایوسی
ستینگ گوشی های آیفون شما میتونین بریم ببینین که چه اپایی به آلبومای شما دسترسی دارن، به عکسای شما دسترسی دارن و میتونین این دسترسی رو بردارین. یه ویژگی خیلی جذاب دیگه هم که iOS 16 اضافه شد، میتونستین از داخل گالری متنای داخل عکسا رو کپی کنین. اینم خیلی به دردتون میخوره. یه دکمه اسکن داره، بعد از اینکه اونو زدین روی هر جای متن نگهداری میتونین به راحتی متن رو کپی کنیم. اینم یه ویژگیه با حال کاربردی. خب رفقا، اینم از چند تا ویژگی ساده و کاربردی برای اپ فوتوی آیفون. حالا شما هم اگه کاربر حرفه‌ای آیفون هستین که میدونم توی بچه‌های ما زیاد وجود دارن، داخل بخش کامنت ها بیاین از ترفندای مربوط به همین برنامه‌ای که گفتم، اگه جای برای شما جالبه توی قسمت کامنت ها بگین که ویدیو خیلی کامل تر بشه، به روز آگاه باشید.